فاکس نیوز میگه تظاهر کنندگان علیه رژیم ایران یک تهران آزاد رو پیش رو میبینند. مریم رجوی میگه غرب باید مقاومت مردم ایران برای سرنگونی ملاها رو به رسمیت بشناسه. اریک شان، مجری سرشناس فاکس نیوز، طی مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی این شبکه نوشت فراخوان برای آزادی در ایران رساتر می شود. اعتراض کنندگان در حومه پاریس تجمع کردند تا گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران را که بزرگترین نیروی اپوزیسیون ایران است برگزار کنند. هواداران و سایرین چندین ماه است که مشغول برگزاری اعتراضات ضد رژیم بودند. آنها می گویند تغییر در ایران در راه است. مریم رجوی گفت هدف مردم ایران و کسانی که علیه این رژیم معترض هستند برقراری آزادی و یک ایران غیر اتمی است. وی گفت مردم ایران از سیاست آمریکا که از مردم ایران پشتیبانی می کند حمایت می کنند. رجوی در یک مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز جامعه بین المللی را به خاطر سیاستی که با ایران دارد مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد سیاست‌های اخیر که راه فرستادن میلیاردها دلار را برای این رژیم باز کردند تنها به صدور تروریسم و قتل و جنایت این استبداد مذهبی کمک کرد و آن را جدی‌تر کرده است، استبدادی که سلطه خودش را بر مردم ایران حفظ کرده است. رجوی اضافه کرد مشکل با این رژیم محدود به برنامه‌های اتمی و موشک‌های بالستیک نیست. مهمتر از این نقض سیستماتیک و آشکار حقوق بشر در ایران است. عامل تعیین کننده برای سال‌ها که از آن غفلت شده مقاومت مردم ایران است و قیام گسترده‌ای که وجود دارد. سیاست مماشات کمککار رژیم ایران بوده تا در قدرت بماند. تنها راه اصلاح 3 دهه عواقب منفی سیاست‌های کهنه این است که مقاومت ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم را به رسمیت بشناسند. در میان کسانی که با اهداف این سازمان مشترک هستند، از رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک گرفته تا سفیر آمریکا در سازمان ملل و تا بیل ریچاردسون، فرماندار دموکرات نیومکزیکو و سایرین از هر دو حزب سیاسی آمریکا حضور دارند. در اطلاعیه هیئت آمریکایی آمده است جنبش مقاومت با انطباقی که از خود در شرایطی بس دشوار نشان داده و مهارت و لیاقت سازمان تأثیر برانگیزش و توان افشای اسراری که تهران مصمم است از مردم ایران به طور خاص و مردم جهان به طور عام پنهان کند، ثابت کرده که ریشه های گسترده‌ای در داخل جامعه ایران دارد. رجوی می گوید تا روزی که ملاها سرنگون نشده اند، نه از برنامه اتمی دست بر می دارند، نه سرکوب مردم ایران را متوقف می کنند. We'll be right back.